سلام بر شما به برنامه این هفته ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. شهروندان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا 22 تا 25 ماه می پای صندوق‌های رأی رفتند تا نمایندگان خود را برای پارلمان اروپا انتخاب کنند. در این انتخابات برای اولین بار احزاب راستگرا و مخالف اتحادیه اروپا به پیروزی چشمگیری دست یافتند و در بعضی از کشورها مثل بریتانیا بیشترین رأی را به خود اختصاص دادند. با این حال هنوز 70% از نمایندگان اتحادیه اروپا از احزاب موافق سیاست‌های اروپایی هستند. برنامه این هفته را اختصاص دادیم به انتخابات اخیر پارلمان اروپا و به بررسی این موضوع می پردازیم که چرا شهروندان کشورهای اروپایی دیگر نمی خواهند از بروکسل هدایت شوند و از قوانین اطاعت کنند که خودشان وضع نکردند. در همین ارتباط گفتگو می کنم با خانم شهران طبری روزنامه نگار و عضو حزب کارگر بریتانیا. با ما همراه باشید. انتخابات هفته گذشته پارلمان اتحادیه اروپا و پیروزی احزاب راست افراطی در بریتانیا و فرانسه شگفتی ساز شد. احزاب منتقد اتحادیه اروپا از جمله راست افراطی در فرانسه موسوم به جبهه ملی توانست 25% و حزب استقلال بریتانیا 27% آرا را از آن خود کند. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه در واکنش به نتیجه کسب شده از سوی جبهه ملی به رهبری مارین لوپن این رویداد را شوک و زمین لرزه توصیف کرد. اگرچه این احزاب هنوز در پارلمان اروپا در اقلیت خواهند بود، اما به نظر می رسد حضور نمایندگان مخالف اتحادیه اروپا در بروکسل فضای سیاسی تازه‌ای را در این اتحادیه به وجود آورد. بسیاری از رهبران اروپا خواهان شنیده شدن صدای رای دهندگان و بازبینی اتحادیه اروپا در سیاست‌های خود شدند. پیامی که نشان از دلسردی شهروندان اروپایی از اروپای واحد حکایت دارد. نارضایتی‌ها از سیاست‌های اروپای واحد با پیدایش بحران‌های اقتصادی اخیر اروپا و بالا رفتن نرخ بیکاری شروع شد. مطالبات شهروندانی که از سیاستمداران کشورهای خود می‌خواهند به مشکلات شهروندان خود بیش از سیاست‌های کلان این اتحادیه توجه کنند. دلیل بازتاب مثبت شعارهای احزاب تندرو در کشورهای اروپایی چیست و پیامدهای پیروزی احزاب افراطی اروپایی در اتحادیه اروپا چه می‌تواند باشد؟ از خانم شهران طبری روزنامه نگار و عضو حزب کارگر بریتانیا پرسیدم پیام این انتخابات چیست؟ بله، من متوجه هستم که این صحبت میشه که از قرار مردم اروپا نمیخوان که اتحادیه اروپا براشون تصمیم بگیره و با اتحادیه اروپا موافق نیستن و این آرای روز پنجشنبه ریخته شد و روز یکشنبه نتایجش معلوم شد، چنین حرفی رو زده. ولی به گمان من اینطور نیست، به چند دلیلی که میخوام بگم. اولا انتخابات اروپا انتخاباتی نیست که در اون مشارکت به طرز وسیعی انجام بشه. مثلا در خود انگلستان بیشتر از 30% مردم در این انتخابات شرکت نکردند. کسانی در این انتخابات شرکت کردند که از سیاست‌های دولت موجود و همچنین از سیاست‌های اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت و غیره ناراضی هستند. بذارید اینطور بگم که چرا این نارضایتی به وجود میاد. در مواقعی که تنگ دستی اقتصادی حاکم هست بر یک جامعه‌ای که در تمام اروپا این به اصطلاح رکود اقتصادی وجود داشته، دولت ها مورد حمله قرار می گیرن و در انتخابات میان دوره‌ای، انتخابات محلی، همیشه آرا موافق آرای احزاب دولت سرکار نیست. این یه مسئله. مسئله دیگه این هست که این بار به دلیل فرضاً در بریتانیا، در فرانسه چه که بیشتر، در دانمارک به همین ترتیب و در بعضی کشورهای دیگه همینطور، ولی مثلا در ایتالیا یا اسپانیا این اتفاق نیفتاده، در آلمان به هیچ وجه این اتفاق نیفتاده. اون کشورهایی که نام بردم، اینها در دچار مشکلات اقتصادی هستند و
به دلیل اینکه اتحادیه اروپا امکان این رو میده که افراد به طور آزاد بین مرزها، افراد اعضای اتحادیه اروپا به طور آزاد بین مرزها حرکت بکنن، اینها تمام تقصیر میندازن به گردن کارگران مهاجر و همیشه وقتی که وضعیت اقتصادی بد بوده مهاجران مورد به اصطلاح کم لطفی ساکنان یه کشوری قرار می گرفتن و اونا هدف حمله بودن. اونا به نظر می اومد که اومدن و دارن اشتغال رو از افراد اون مملکت می دزدن و می برن. این عامل اصلی در نارضایتی مردم بوده. یک عامل دیگه هم که مثلا دانمارک شاید بیشتر باشه، در انگلیس هم همینطور هست، این است که این تندروی های اقلیت ها هست، مثلا اقلیت اسلامی که فرضاً بمبگذاری کردن یا در دانمارک کسانی رو با حملات تروریستی کشتن و وقتی که در این جوامع وارد میشن ادعا میکنن که میخوان قوانین خودشونو بیارن، با این جامعه سر جنگ دارن، میخوان این جامعه رو به اصطلاح بزننش یه جوری و این تقابل فرهنگی برای مردمی که تو اینجا هستن خوشایند نیست. در نتیجه وقتی مسئله اینجور مسئله قلیلی به طب اینها خیلی اقلیت هستن، ولی اقلیتی هستن که تو چشم میخورن و چون تو چشم میخورن این مردم این حسو دارن که یه دی اومدن تو مملکت ما، چرا گذاشتیم بیان تو مملکت ما که با ما به این ترتیب مخالفت میکنن، میخوان ما رو بکشن، مردم ما رو تو خیابون اما هدف حمله قرار میدن و غیره. این نارضایتی ها همه جمع شده و حزب یوکیپ در اینجا، حزب ناسیونال فرانس در فرانسه، احزاب دیگه در کشورهای دانمارک و غیر یونان، اینها از این نارضایتی مردم، از این وضعیت شکوه مردم از دولتشون و از مهاجرینی که میان و سر جنگ دارن با کشورشون، از این موضوع استفاده کردن این احزاب و به مردم گفتن تقصیر اروپا است که مرزها رو باز کرده، در حالی که مرزهای اروپا که باز شده اینا دخترم و پسرم و های خودشون هستن که اومدن اینجا، کسان دیگه نیستن. این مسئله نیست، مسئله اینه که شکوه های دیگه به صورت مخالفت با اتحادیه اروپا خودش رو نشون داده توسط این احزابی که احزاب اصلی این کشورها نبودن. ولی از اون طرف به نظر من این قابل اهمیت هست، به این معنی که نشون میده که یک عده‌ای از مردم که این کسایی که به این یوکیپ مثلا در بریتانیا رأی دادن، به حزب استقلال بریتانیا، اینها بخش بزرگترشون از احزاب از حزب محافظه‌کار بریتانیا بودن، یه بخششون از حزب کارگر بریتانیا بود و اتفاقا یه بخششون هم از حزب خیلی فاشیستی و دست راستی بی ان پی بهش میگن، یعنی حزب ناسیونال بریتانیا، از اون بودش که اونا خیلی ضد اسلام، ضد یهود، ضد همه غیره هستن و آرای اونا رو گرفته بودن برای اینکه تبلیغات خوب کردن و عصبانیت مردم رو ازش استفاده کردن و رأی خودشون رو گرفتن. حالا این رو گفتیم و این موضوع موضوعی بود که همه رو تکون داد و هیچ کس فکر، همه میدونستن که این یوکیپ یا مثلا ناسیونال فرانس در فرانسه رأی خواهد آورد، ولی هیچ کس نمیدونست تا این اندازه رأی خواهند آورد. این یک زنگ بیداری بود، یک هشدار بود برای احزاب اصلی مثل حزب کارگر، حزب محافظه‌کار و حتی حزب لیبرال دموکرات در بریتانیا که خیلی خیلی وضعش بد شد، که بیان و فکر کنن که حالا چه باید بکنن و رابطه‌شون رو با اتحادیه اروپا چطوری تنظیم کنن که به این نارضایتی مردم پاسخ بدن. و این نارضایتی هم طوری گفتم فقط از اتحادیه اروپا نیست، از سطح زندگی، وضع اقتصادی، وضع اشتغال، اینها رو تا خوب نکنن باز این حمله به اروپا چیز نمیشه، برطرف نمیشه. اگر نتایج این انتخابات رو نوعی اعتراض به سیاست‌ها و برنامه‌های احزاب داخلی کشورهای اروپایی تلقی کنیم، آیا می‌توان گفت که احزاب اصلی ناگزیر به تغییر سیاست‌ها و برنامه‌های خود هستند؟
من فکر نمی کنم هیچ حزب اصلی در بریتانیا بخواد که از این اتحادیه بیرون بیاد، اتحادیه اروپا. در این روزها با آدمهای، با کسانی که سیاستمدارای خیلی برجسته این کشور مصاحبه شده، گفتگو شده، هیچ کس هم چیزی رو نمیخواد. فراموش نکنیم که کسانی هم که به این افراد رای دادن، حالا این بیشتر کسانی هستن که به هر حال تا حد زیادی اطلاع ندارن از وضعیت، از مسائل اقتصادی، از منافع ملی و از مسائلی که پیش روشون هستش، و این باید بهش توجه بشه. سیاستمدارا باید بیان به این مردم توضیح بدن که چرا موندنشون در اتحادیه اروپا به نفع این کشورها هستش. این کار کمتر انجام شده، این یکی از کارهایی که انجام خواهد شد. یه کار دیگه که انجام خواهند داد سیاستمدارهای اروپا برای حفظ اروپا این هست که این بار اختلافهای بین کشوری رو کنار میگذارن. ببینید مثلا قبلا بریتانیا رو متهم میکردن به اینکه همیشه میخواد بیاد و امتیاز بگیره و یه جوری مثل اینکه مثلا بریتانیا جزو اصلی اتحادیه اروپا نیست، باهاش سرشاخ میشدن. یا مثلا یونانیا آلمان رو دشمن اصلی خودشون میدونن، یا فرضاً به همین ترتیب هر کشوری یک جور یک ایرادی از یک کشور دیگه ای داره که باهاش در رقابته، یا فکر میکنه اون بیشتر سهم بیشتری برده از اتحادیه اروپا. حالا این موضوع باعث شده که این رؤسای اتحادیه، کشورهای اتحادیه اروپا با همدیگه برای حفظ اتحادیه اروپا همکاری کنند و مسائل تک تک کشورها رو بهش به طور اخص بپردازن، نه به صورت فلدهی به اصطلاح بهش رفتار بکنن. برای اینکه هر کشوری یه نیازهای خاصی داره و باید به اون نیازهای خاص و به اون مسائل خاص توجه بشه. و نکته سوم این هست که اروپا باید بدونه که قدرت گرفتنش نباید منجر به این بشه که در مسائل جزئی کشورها بخواد دخالت بکنه. مثلا یه مثال بهتون بگم، چند سال پیش اتحادیه اروپا یه قانونی گذروندش که در مثلا کشور ما در بریتانیا بیمه ماشین، بیمه اتومبیل برای خانم های بالای 50 سال کمتر از مرد های بالای 50 سال بود. اتحادیه اروپا آمد یه قانون وضع کرد که نه، این چرا این تبعیضه، بایستی که یکی باشه. مردم به قدری عصبانی شدن که آخه به اتحادیه اروپا چه مربوطه، این یه مسئله اصلا داخلیه، این ربطی به مسئله سراسری به مسائل دیگه نداره. اینجور مسائل هستش که اتحادیه اروپا باید از دخالت درش، از گذروندن قانون در موردش پرهیز بکنه. کشورها متوجه این شدن الان و اجازه نخواهند داد که چنین کارهای، میدونی میگم، دخالتهای بی ارزشی که در منافع کلی جامعه اروپا تاثیر نمیذاره. اتحادیه اروپا باید وظیفش این باشه که قوانینی وضع کنه و تسهیلاتی به وجود بیاره که رابطه تجاری و رابطه اقتصادی بین کشورهای اروپایی تسهیل بشه و بهتر بشه. همین و همین کارهای دیگه باید به قانونگذارهای ملی و حتی قانونگذارهای محلی واگذار بشه. نایجل فاراج، رهبر حزب استقلال بریتانیا یوکیپ، گفته می‌خواهیم بریتانیا را از اروپا پس بگیریم. پیامی که میان رای دهندگان بریتانیایی بازتاب مثبتی داشته. چرا این احزاب می‌خواهند کشورهایشان را از اتحادیه اروپا خارج کنند؟ خب همینو میگم، دلیلش این است که اینها به منافعی که اتحادیه اروپا براشون میاره توجه نمیکنن و به مسائلی که عصبانیشون میکنه کوچیک هستش و مسائل داخلیشون که مسئله اشتغال، مسکن، بهداشت، آموزش و اینها هست، چون اینها تحت فشار قرار گرفته، اینها الان هدف، میگم، به کی حمله کنن؟ به دولتی که سر کاره و اینجا رای دادن برای اتحادیه اروپاست و به اتحادیه اروپا حمله بکنن. شما اینا هم در نظر داشته باشین که نمایندگانی که به اتحادیه اروپا رفتن از تمام این کشورها، اولا اکثریت رو در اتحادیه اروپا تشکیل نمیدن، در پارلمان اروپا اکثریت رو تشکیل نمیدن، بنابراین اونا نمیتونن اتحادیه اروپا رو از بین ببرن. اتحادیه اروپا رو تنها دولت‌های کشورها میتونن از بین ببرن. حزب یوکیپ سال دیگه که انتخابات در بریتانیا هستش، اگر یه دونه نماینده بیاره در مجلس عوام بریتانیا خیلی شانس آورده. من به شما میتونم بگم، البته آدم هیچ وقت نمیتونه چیزی رو 100% پیش بینی بکنه و من همچین ریسکی رو نمی کنم که بخوام پیش بینی 100% بکنم، ولی میتونم
بنا به شواهدی که در دست است، بنا به شواهدی که میشناسم که در خونه مردم رو میزنم برای کنواسین کردن، برای مبارزات انتخاباتی کردن، میدونم که مردم چی فکر میکنن، در جامعه در تماس هستم، میدونم که سال دیگه که موقع تعیین دولت ملی هستش یوکیپ رأی نخواهد آورد که تعیین کننده باشه. بنابراین اون کسی که مذاکره میکنه بر سر بودن بریتانیا در اتحادیه اروپا یا نبودنش، اون مجلس اروپا اونچنان نیست که رؤسای کشورها هستند و من فکر نمیکنم هیچ یک از رؤسای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخوان از این اتحادیه به طور کلی خارج بشن. اون چی که اونها میخوان این هست که اتحادیه اروپا رو محدود کنن، تصمیم گیریاش رو به تصمیم گیری های کلان و مهم برای ارتباط بین کشورها، نه به تصمیم گیری هایی که مربوط به مسائل داخلی یک کشور میشه. و مسئله دیگه هم که من فکر میکنم راجبش مذاکره خواهد شد و به یک توافقی رسیده خواهد شد، مسئله مهاجرت هستش. یکی از نکاتی که نایجل فارج روش انگشت گذاشت و رای دهندگان رو جذب کرد این بود که چرا مردم رومانی و بلغارستان که اقتصادشون همپای ما نیست باید بتونن راحت بیان اینجا و شغل ما رو بدزدن، شغل ما رو بگیرن. بعد خودش حرفای زد که خیلی راسیستی، خیلی نجات پرستانه تلقی شد. البته خودش میگه من نجات پرست نیستم، ولی حرفاش خودش و همکارانش نجات پرست هستن. و نجات پرستی در بریتانیا یک توافق، من فکر کنم در تمام اروپا باهاش یک توافق کلی و همگانی وجود نداره، همیشه یک اقلیتی هستن که این نوع فکر رو دارن و اون اقلیت هیچ وقت تعیین کننده در نهایت کار نیستن. و من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از این آرا بتونه اتحادیه اروپا رو از هم بپاشونه. یکی از بحثای مهمی که میشه این هست که الان چین، هند، برزیل، آرژانتین کشورهایی هستن که آینده جهانن، بریک کانتریز بهشون میگن. اینها آینده جهانن و جمعیت چین از تمام اتحادیه اروپا بیشتره. شما چطور میخواید در برابر اونها کشورهای کوچیک اروپایی بیستن اگر که یک توافق جمعی نداشته باشن، اگر یه اتحاد جمعی نداشته باشن؟ بنابراین من به هیچ عنوان فکر نمیکنم هیچ کدوم از این کشورها بخوان از اتحادیه اروپا بیرون بیان، ولی چانه زنی های بسیاری در اتحادیه اروپا در برابر ما خواهد بود. علی‌رغم شگفتی انتخابات روز یکشنبه، سه بلوک میانه روی هوادار اتحادیه اروپا همچنان اکثریت خود را در بروکسل مقر اتحادیه اروپا حفظ کردند. با این وجود منتقدین چه تغییراتی را می توانند در این اتحادیه به وجود آورند؟ این اقلیت در اتحادیه اروپا، اولا یک نکته دیگر قبل از این اشاره بکنم و اون این استش که تا وقتی که ما بیرون گود نشستیم میتونیم خیلی ادعاها بکنیم، ولی وقتی افسار کار دستمونه اون وقت باید افسواری خوب بلد باشیم. هر کسی که وقتی در قدرت نیست خیلی سر و صدا کرده و داده بیداد کرده، وقتی وارد قدرت میشه میبینه که مشکلات و مسائل چی هست و محدودیت ها چی هستش. من فکر میکنم اینایی که از یوکیپ رفتن به اتحادیه اروپا یک مقداری خواهند دید که منافع اتحادیه اروپا چی هستش و تعدیل خواهند کرد نظراتشون رو. ولی حتی اگر فکر کنیم که اینها نجات پرست، نمیدونم ضد اروپا، خیلی به اصطلاح ناسیونالیست جینگویستیک هم هستن که بعضیاشون مثلا مریلوپن یا یونانی ها که خب خیلی فاشیست هستن، حتی رفتن با پوتین وحدت کردن، اینا ممکنه باشه، ولی اینا به اقلیت تبدیل خواهند شد. اون چه که تأثیری که اینها میتونن بذارن، تا جایی که بازتاب خاص مردم داخل کشور باشه، اون تأثیریه برای تعدیل سیاست های اتحادیه اروپا، که اتحادیه اروپا هم مثلا سوار اسب تندروی خودش نشده و فکر نکنه که حالا قدرت داره که هر کاری دلش میخواد بکنه. اونم مسئله است، برای چی اتحادیه اروپا میاد کارهایی میکنه که اصلا بهش مربوط نیستش؟ اون آدمایی هم که به اتحادیه اروپا رأی میدن با این موضوع مخالف هستن که چرا این تصمیمات رو میگیره. فرضاً مثلا اقتصاد بریتانیا یک اقتصاد مالیه و این کسانی که این اقتصاد رو اداره، اقتصادی که متکی به بازاره، متکی به سیتی بریتانیا هست، شما اگه بخواید اتحادیه اروپا بیاد قوانینی بگذاره که این سیتی رو محدود بکنه،
نون هزاران کارگر، میلیون ها کارگر به اصطلاح از بین برده میشه. برای همینه که این کارهای بیرویه اتحادیه اروپا جلوش گرفته میشه، تندروی های اتحادیه اروپا جلوش گرفته میشه، ولی اتحادیه اروپا به جای خودش باقی خواهد موند و احتمالاً اتفاقاً اتحادیه بهتری خواهد شد از گذشته. با برنده شدن حزب استقلال بریتانیا یوکیپ، چقدر میتوان گفت که آرایش گروه های سیاسی و احزاب در بریتانیا دستخوش تغییر و تحول شود؟ درست، این سوال خیلی خوبی هستش. اتفاقا مسئله ای که در داخل بریتانیا تاثیر میذاره بیشتر از اون که در اتحادیه اروپا تاثیر بگذاره، تاثیریه که روی احزاب داخلی گذاشته. همونطور که خودتون میدونین، مثلا حزب یوکیپ 27% کل آرا رو به دست آورده، در حالی که حزب کارگر که از احزاب اصلیه دوم شده 25% آرا رو به دست آورده و حزب محافظه‌کار 24%. اما مهمترین چیز این هستش که حزب لیبرال دموکرات که حزب سوم این کشور بود، رفته حزب چهارم، پنجم شده، ششم شده و از 19 تا فکر کنم نماینده اتحادیه اروپا که داشته فقط یه دونشون باقی مونده، همشون از بین رفتن. چرا این اتفاق افتاده؟ دلایل متعددی داره، باز هم فقط دلیلش اروپا نیست، یک دلیلش اروپاست و اون این استش که نیکلگ رهبر این حزب روی پرنسیپ خودش در مورد اروپا تاکید کرد و گفت من از این پرنسیپ خودم کوتاه نمیام. اتحادیه اروپا یک اتحادیه مثبتیه، یک قرارداد مثبتیه برای این کشور و من روی این وای میستم. اما فقط این نبود که چون مردم میدونن که حزب کارگر هم اکثریت کسایی که در حزب کارگر هستن طرفدار اتحادیه اروپا هستن، ولی چیزی که باعث شد حزب لیبرال دموکرات اینطور به سختی شکست بخوره، از حزب سوم به کلی کنار بره، این بود که ائتلافش بود با حزب محافظه کار و به اصطلاح پس گرفتن خیلی از قولهایی که به مردم داده بود قبل از انتخابات. مثلا حزب لیبرال دموکرات به مردم گفته بود که من با شهریه دانشگاه ها موافقت نخواهم کرد، دانشگاه ها باید مجانی باشه و من با وضع شهریه موافقت نخواهم کرد. وقتی اومد تو دولت ائتلافی مجبور شد که موافقت بکنه و شهریه رو قبول بکنه. یا مثلا خیلی مسائل دیگه، مثلا قطع بودجه های رفاهی، اونها خیلی طرفدار بودجه های رفاهی بودن ولی وقتی با دولت اومدن، دولت محافظه کار اومدن سر کار، زیر قولشون زدن. محافظه کار هم تنبیه شدن، رأیشون کمتر شده، ولی بیشتر از همه لیبرال دموکرات ها تنبیه شدن برای اینکه اولش نگفتن ما سیاستمون اینه، محافظه کارا همیشه سیاستشون این بود، از اول هم میگفتن، در نتیجه دروغگو عذاب در نیامدن. اما حزب لیبرال دموکرات دروغگو عذاب در اومد. این هستش که از این من میخوام یه نتیجه گیری بگیرم بکنم از تمام این موضوع. و این اتفاقا طرف صحبتم با کسانی هستش که نسبت به دموکراسی بدبین هستن و فکر میکنن تئوریای توطئه دارن و فکر میکنن دموکراسی یک چیزیه که در بالا تعیین شده و اینا همه بازی و رأی مردم تاثیر نداره. نگاه کنید چقدر رأی مردم مؤثر بوده. یک حزبی رو که اصلا مطرح نبوده آوردن حزب اول کردن، یه حزبی رو که حزب سوم این مملکت بوده و حزب میانه بوده انداختن اون ته ته ته. برای چی؟ برای اینکه دروغ گفته. یه حزب دیگر آوردن اول کردن. برای چی؟ برای اینکه این حزب به عصبانیت مردم پاسخ مثبت داده و گفته ما اگه بیایم توجه میکنیم به این حرفای شما. ولی حالا اینم اضافه بکنم که همین حزب یوکیپ در مورد اروپا تونسته همچین محبوبیتی به دست بیاره یا همچین آرایی رو به دست بیاره. در مورد مسائل داخلی وقتی که بیاد سیاستاشو مطرح کنه، که هنوز اصلا کسی نمیدونه سیاستاش در مورد مسائل داخلی چی هست، وقتی بیاد مطرح کنه اون وقت خواهید دید که اونم به دست فراموشی به نوعی سپرده خواهد شد. واکنش ها به انتخابات اخیر پارلمان اروپا زیاد بود. از جمله فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته اتحادیه اروپا باید اصلاح شود و اختیاراتش را محدود کند. آیا این به معنای آغاز تغییرات و اصلاحات در ساختار این اتحادیه است؟ 100% همونطور که من در صحبتم گفتم الان بعد از این انتخابات موقعی هستش که رؤسای دولت‌های عضو اتحادیه اروپا گرد هم خواهند اومد و چاره اندیشی خواهند کرد که این اتحادیه رو چجوری به اصطلاح سامان جدیدی بهش بدن برای اینکه مورد قبول مردم
عضوش قرار بگیره. حتما این کار میکنن، این کار همین امروز شروع شده، همه رفتن بروکسل، همه دارن صحبت میکنن، خانم مرکل، آقای کامرون، آقای همه در حال صحبت درباره این موضوع هستن و من معتقدم به یه نتیجه مثبتی خواهند رسید در این مورد. خانم مرکل در واکنش به انتخابات پارلمان اروپا بر بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای عضو و تمرکز بر رشد اقتصادی و ایجاد کار تاکید کرده. آیا می توان در انتظار تغییر سیاست‌های اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود؟ تغییرات اقتصادی در جامعه‌ای که سرمایه‌داری و متکی به بازار هست در وهله اول تغییرات دشواری خواهد بود، برای اینکه باید یک مقدار زیادی ببینیم. کشورهای اروپایی کشورهای رفاهی هستند، بهشون میگن دولت‌های رفاهی. این دولت‌های رفاهی بسیار هزینه های سنگینی دارند و برای این هزینه های سنگین باید مالیات بگیرند و این موضوع در یک مواقعی که رکود اقتصادی وارد میشه به کشورها بسیار چرخ اقتصاد رو کند میکنه. یه دلیلی که بریتانیا تونستش از این بحران اقتصادی که از 2008 شروع شد الان بیرون بیاد، از نظر اقتصادی ها نه از نظر سطح زندگی مردم بیرون بیاد، این بود که سختگیری های شدید نسبت به سیاست های رفاهی کرد، برای همینم مردم باهاش بد هستند. حزب کارگر هم سر کار میامد مجبور بودیم این کار رو بکنه، منتها البته با یک تخفیف بیشتری. حزب محافظه‌کار خیلی نمیتونم بگم بیرحمانه، ولی خیلی سنگینتر این کار رو انجام دادش. با اعتراضای عمومی هم مواجه شد و همونطور هم که میبینین در این رأی‌گیری حزب سوم شد به همین دلیل. ولی وقتی اقتصاد بخواد رشد پیدا بکنه باید یه مقدار از این هزینه های رفاهی، هزینه هایی که دولت در اختیار مردم میذاره کاسته بشه و پول به جریان بیفته برای اینکه چرخ اقتصاد را بیفته. این اولش نارضایتی ایجاد میکنه، ولی رفته رفته وضع اقتصادی بهتر میشه و سطح زندگی مردم هم بهتر میشه. الان یکی از شعارهای حزب کارگر و مخالفتش با حزب محافظه کار در بریتانیا این هستش که میگه بله شما از رکود اقتصادی اومدیم بیرون، ولی که سطح زندگی بالا نرفته، سطح زندگی مردم عادی بالا نرفته. حالا مرحله دوم من فکر میکنم حزب محافظه کار در این یک سالی که فرصت داره اگر نتونه سطح زندگی مردم رو بالا بیاره به طور قطع در انتخابات سال آینده شکست خواهد خورد، ولی حزب کارگر هم وضعیت آسونی در مقابلش نداره. هیچ یک از احزاب وضعیت آسانی در برابرشون ندارند و اینم که این در مهاجرت باز کردن اتفاقا به نفع اقتصادی این کشورهاست، برای اینکه این آدم ها از کشورهایی که کم بضاعت‌تر هستن و یا کار در اونجا نیست میان و حاضرن با حقوق درآمد کمتری کار بکنن و چرخ اقتصاد بچرخونن. به علاوه وقتی که راه ها باز هستش کشورها کسانی رو میارن که مهارت های علمی، مهارت های فنی و مهارت هایی دارن که به درد اقتصادشون میخوره. برابر این مسئله که جلوی مهاجرت گرفته بشه یک حرف اصلا بیمعناییه به نظر من و ممکنه حالا یک کارایی بکنن برای اینکه یه سری مهاجرت ها رو جلوش بگیرن، ولی به طور کلی نمیتونن جلوی این کار رو، یعنی نمیخوان جلوی این کار رو بگیرن برای اینکه به نفع هیچ کس نیست. امروز آقای تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا یک مصاحبه داشتش با رادیوی بی بی سی که در اونجا میگفتش که ما جلوی به هیچ عنوان نباید جلوی مهاجرت رو بگیریم، ما فقط باید جلوی مهاجرت کسانی رو بگیریم که با فرهنگ ما سازگاری ندارن، که مردم ما رو عصبانی میکنن، مردم ما رو بهشون میگن که ما شما رو قبول نداریم، میخوایم فرهنگ خودمون رو بیاریم، میخوایم قانون خودمون رو بیاریم در اینجا، و یا اینکه به مردم ما اصلا خطر تروریستی در اینجا ایجاد میکنن. اون میگفت باید جلوی اینا رو بگیریم. خب ممکنه همچین سیاست هایی رو در پیش بگیرن، مهاجرت رو برای کسانی که با فرهنگ اینجا همگامی ندارن، همانی ندارن، اون مهاجرت ها رو جلوش سخت کنن، مهاجرت های کسانی رو که میخوان کار بکنن بیشتر بکنن و بعد قوانین رو ترمیم بکنن، قوانین رفاهی رو برای اونا ترمیم بکنن. با سپاس از خانم شهروان طبری، روزنامه نگار و عضو حزب کارگر بریتانیا که از لندن با ما همراه بودند.
پایان بخش برنامه این هفته ما طبق روال هر هفته گزارشی است از مهستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار می‌دهد. هفته گذشته از سفر آقای اردوغان به شهر کلن گفتیم، سفری که واکنش‌های متفاوتی رو به همراه داشت. از یک سو آقای اردوغان در پایان این سفر گفته که برخی رسانه‌های داخلی همسو با رسانه‌های خارجی سعی در سیاه‌نمایی این سفر داشتند. آقای اردوغان گفت که فعالیت‌های از سوی گروه‌های جدایی طلب، منظور پکاکا و همینطور گروه‌های علوی در آلمان صورت میگیره که هدفشون نفوذ در ترکیه هستش و ما در این رابطه به مقامات آلمانی هشدار دادیم. اما همزمان با این سفر، آنطور که روزنامه در واقع ملیت ترکیه در این رابطه گزارش میده، گروه‌های از اتحادیه علویان تظاهرات اعتراضی رو بر علیه دولت در شهر کلن برپا کردن. در این هفته هم میدونیم البته در پی نارامی‌هایی که در شهر استانبول رخ داد، دو علوی تبار کشته شدن و پلیس عملیات گسترده‌ای رو برای دستگیری تظاهر کنندگان آغاز کرد. حتی در این درگیری‌ها مقادیر زیادی بمب دست‌ساز و مواد آتش‌زا توسط پلیس کشف شد و چندین نفر نیز دستگیر شدند. تظاهراتی که در واقع هدف عمدهش بر پایه مراسم یادبودی بود برای نوجوان 15 ساله برکین البان که در نارامی‌های سال گذشته کشته شد و به نوعی به نماد مقاومت برای مخالفان تبدیل شد. در آستانه سالگرد نارامی‌های پارک گزی هم اشاره بکنیم، آقای مجلای یابشی سخنگوی انجمن همبستگی پارک گزی در این هفته اعلام کرده که روز شنبه به مناسبت سالروز اعتراضات پارک گزی تظاهراتی رو در چند شهر برگزار خواهند کرد. اما از آن سو دادگاهی در شهر استانبول هم این هفته حکم دستگیری 47 نفر رو به اتهام شرکت در نارامی‌های سال گذشته پارک گزی صادر کرده. می‌دونیم تابستان سال گذشته هم در این رابطه 255 نفر از سوی دادگاه محاکمه شدند که 7 نفر از اونها از اتباع خارجی بودند. این 47 نفر هم که اخیراً بازداشت شدند، در واقع اتهامشون شرکت در تظاهرات غیرقانونی، درگیری با پلیس و آسیب زدن به اموال عمومی هستش و هر کدوم از 1 تا 11 سال هم به حبس محکوم شدند. البته دولت معتقد هستش که بخش بزرگی از این نارامی ها رو گروه های چپگیرا و بخش های از جامعه علوی از خارج از کشور هدایت میکنن. اما با این هم آقای اردوغان این هفته گفته که علویان داخل کشور با علویان خارج تفاوت دارن. در واکنش به چنین موضع‌گیری از سوی دولت، همانطور که روزنامه جمهوریت روز سه‌شنبه گزارش داده، صلاح الدین اوزال رئیس فدراسیون علویان ترکیه گفته ما از آقای اردوغان نزد مراجع قضایی شکایت خواهیم کرد. آقای اوزال معتقد در نارامی‌های هفته گذشته که منجر به کشته شدن دو علوی شد، علویان نقشی در این اغتشاشات نداشتند. و در نهایت در ادامه این بحث ها هم اشاره بکنیم به گفته آقای جمیل چیچک رئیس پارلمان که گفته اقدامات توطئه‌گرایانه علیه امنیت کشور در حال انجام است. اما به صورت گذرا اشاره بکنیم به دو خبر که در واقع در این هفته اتفاق افتاد. جمعیت روزنامه‌نگاران ترکیه از نخست وزیر خواسته به تهدیدهای خودش علیه روزنامه‌نگاران پایان بده. اونها در بیانیه‌ای که صادر کردن گفتن بر اثر فشارهای دولت تعدادی از روزنامه‌نگاران از کار اخراج شد. و همینطور اشاره هم بکنیم در این هفته دادگاه قانون اساسی در مورد شکایت حزب خلق در زمینه تقلب در انتخابات شهرداری آنکارا رو که دادگاه خواستار ارائه مدارک بیشتر از سوی این حزب شده. میدونیم رقابت تنگاتنگی در شهر آنکارا در انتخابات محلی میان حزب عدالت و توسعه و حزب خلق برقرار بود و حزب خلق خواستار بازشماری آرا این شهر شده بود. البته بسیاری معتقدند حتی اگر در این زمینه هم دادگاه قانون اساسی به نفع حزب خلق رأی رو صادر بکنه، این رأی بر نظر شورای عالی انتخابات تأثیری نخواهد داشت و نتیجه اعلام شده از سوی شورای عالی انتخابات مبنی بر پیروزی حزب عدالت و توسعه کماکان پاورجا خواهد بود. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ما را می توانید در وبسایت ما با آدرس iranfardalive.com و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/iranfardatvnetwork دنبال کنید و درباره برنامه نظر دهید. همچنین می توانید با ایمیل ما که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده با ما در ارتباط باشید و ما را در بهتر شدن برنامه یاری دهید. منتظر شما هستیم. تا برنامه دیگر شاد و سربلند باشید.